زلزله که در اکوادور رخ داد از زلزله‌ای که یک روز قبل آن ژاپن را تکان داده بود حدود شش مرتبه قوی تر تخمین شده است. شمار تلفات از اثر زلزله قدرتمند در اکوادور به 77 تن افزایش یافته است. صدها تن دیگر زخم برداشتند. هورهی گلاس معاون رئیس جمهور اکوادور از مردم خواست تا دستورالعمل های کارمندان عاجل را نادیده نگیرند و علاوه کرد شهروندان تحت نظارت کارمندان عاجل در حال انتقالند و این کار به شکل منظم در جریان است ما خواهان آنیم که همه مردم آرامش خود را حفظ کنند و به بلندترین سطح به هماهنگی میان شهروندان و کارمندان خدمات آمن نیاز داریم تکانهای این زلزله تا 170 کیلومتری شهر کویتو پایتخت اکوادور احساس می شد جایی که در آن ارتباطات برق و تلفن در چندین محله قطع گردید ساختمان های شهر برای مدت چهل ثانیه تکان می خورد و مردم سراسیمه و با عجله بس جاده ها ریختند. رئیس جمهور رافائل کوریا که در جریان سفرش به روم و اشتراک در کنفرانس واتیکان بود انتظار می رود اواخر امروز یک شنبه به کشور خود برگردد. از جانب دیگر گزارش های تازه در مورد زلزله ی روز پنجشنبه در ژاپن ها است که حداقل 41 نفر در نتیجه آن تلف شده و نزدیک به 2000 تن دیگر زخم برداشتند. من حتی نمی توانم تصور کنم که ما چه زمانی روند بهبودی را آغاز کرده می توانیم. خانه من ویران شده نمیدانم چه کنم و همه این مردم آسیب دیدند. حتی نمی خواهم در مورد آن فکر کنم. امدادگران اوایل امروز یکشنبه با شرایط سخت برای نجات یک تن که هنوز زیر آوار ساختمان های فرو ریخته در منطقه کوماموتوی ژاپن از اثر زلزله اخیر گیر ماندند و به تلاش هایشان ادامه دادند. ما اداره کمک کننده خود را در کیوشو با بلند بردن تعداد کارمندان آن به 25 هزار نفر تقویت می بخشیم و برای هر نوع پیامد آمادگی می گیریم و من دستور قاطع دادم که به آنهایی که شب رنجباری را در مراکز و پناهگاه ها سپری کردند کمک غذایی، ادویه و آب داده شود. مقامات دولتی میگویند گویند این زلزله مرگبار باعث شد تا آنها بیش از 90 هزار نفر را در مکاتب و ساختمانهای دولتی محل جا دهند. ایلما حبیب زیمی، تلویزیون آشنا صدای امریکا، واشنگتن.